وزیر دفاع بلاروس که به ایران سفر کرده امروز با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دیدار کرد. ویکتور خرنین دیروز یک قرارداد همکاری با محمد رضا اشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امضا کرده بود. همزمان کیف پست گزارش داده دولت بلاروس قصد داره یک کارخانه تولید پهپاد شاهد در جنوب شرقی این کشور تأسیس کنه. این منطقه در نزدیکی مرز اوکراین و در نزدیکی فاصله به کیف، در نزدیکترین فاصله به کیف واقع شده. به گفته تحلیلگران مؤسسه مطالعات جنگ آمریکا، وزیر دفاع بلاروس که به تهران سفر کرده برای هماهنگی تولید این پهپادها و همچنین قراردادهای تسلیحاتی با وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفتگو کرده. همراه میشه با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همینجا در واشنگتن. آقای قائدی، می‌بینیم که جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه پهپاد صادر کرد، کارخونه‌اش رو در روسیه راه انداخت، الان داره کمک می‌کنه به راه اندازی یک کارخانه پهپادسازی در بلاروس، دست کم چیزی که تا الان ما می‌دونیم. چقدر فکر می‌کنین که می‌تونه بیش از این هم به جنگ با اوکراین دامن بزنه جمهوری اسلامی؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب شما درست اشاره کردید، علاوه بر این که به روسیه پهپاد میده داره این کارخونه رو ایجاد میکنه. البته بلاروس و روسیه تنها مشتری های پهپاد های ایرانی نیستن. ایرانی ها با اسرائیلی ها در آمریکای جنوبی هم برای فروش پهپاد رقابت دارن، به ونزوئلا، به آفریقای جنوبی و کشورهای دیگه دارن میدن. اما خب در این مورد قضیه فرق میکنه، به خاطر اینکه ایران داره به کشوری پهپاد میده که متجاوزه و اوکراینی ها قربانی در واقع این جنگ هستن. دلیل اینکه این کارخونه در واقع داره ساخت پهپاد رو به بلاروس منتقل میکنه، من فکر میکنم مرتبط با قطعنامه 2231 و اون بند 3 اون قطعنامه هست. اما اینکه ایران چقدر در آینده بیشتر به روسیه سلاح خواهد داد، به نظرم خیلی مرتبط با روابط استراتژیک یا تاکتیکی حتی بین ایران و روسیه است. این در واقع خوشخیالی یا این تصور در ایران وجود داشت که ایران میتونه در قبال این شراکتی که با روسیه داره هواپیماهای سوخو-35 روسیه رو بگیره، و اگر این هواپیما رو میگرفت در ناوگان هواپیمایی ایران خیلی میتونست کمک کنه به اینکه یک بازدارندگی در مقابل حمله اسرائیل ایران داشته باشه در کنار سیستم موشکی و پهپادیش. اما خب چیزی که ما دیدیم در هفته های اخیر اینه که اما اگر خیلی به وجود اومد، ایران اعلام کرد که خودش نمیخواد این سیستم های در هواپیمای سوخو-35 رو بگیره. البته تحلیل من اینه که روسیه تا زمانی که اسرائیل به اوکراین سلاح نده این هواپیمای سوخو-35 رو به ایران نمیده. اما علاوه بر حالا سوخو-35، به هر حال الان به شکلی که نفع فروش سلاح به روسیه برای جمهوری اسلامی بیش از عدم فروششه، اینطور نیست؟ ببینید، به لحاظ میزان معاملاتی که ایران با روسیه داره این عدد دقیق مشخص نیست. بین 200 تا 500 میلیون دلار این حد زده میشه. برای اینکه یک مقیاسی داشته باشیم که 200 میلیون دلار چقدره، اینه که یک هنرپیشه آمریکایی برای یک بازیکن فوتبال برای مثلا بازی در یک لیگ 200 میلیون دلار پول میگیره. بنابراین این عدد شاید اونقدر عدد بزرگی نباشه که بخواد اقتصاد ایران رو متحول کنه، اما در کنار روسیه قرار گرفتن به ایران شاید این اطمینان رو بده که من این رو هم البته به چالش میکشم که هواپیمای سوخو-35 رو میگیره، یا اگر که پرونده ایران مرتبط با موضوعات پادمانی از شورای در واقع حکام آژانس به شورای امنیت بره، ایران بتونه روی رأی وتو روسیه حساب کنه. دلیل اینکه من اینو به چالش میکشم اینه که روسیه توی 6 تا قطعنامه‌ای که بین 2006 تا 2014 علیه ایران شورای امنیت تصویب کرد، هم روسیه و هم چین تو 6 تا قطعنامه حضور داشتن، به ایران رأی علیه ایران رأی دادن. و این موضع گیری هم که اخیرا در ارتباط با در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته نشون میده که شریک مطمئنی همچنان نیست و خیلی خوشخیالیه. اگر ایران فکر کنه که روسیه در واقع شریک استراتژیکش شده و روسیه همچنان بر اساس منافعش عمل میکنه، من فکر میکنم که ایران اولین کارتی باشه که اگر روسیه در مذاکرات صلح با غرب قرار بگیره بازی خواهد کرد. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از شما.